اما باز هم پیش ازی که در موردی که عادت چی است، چطور شکل میگیره و آیا قابل تغییر است نیست، و اگر تغییر داده میتونیم کدام راه ها وجود داره، پیش از او یک داستان میخواییم بر شما بگیم که به این بحث ما مرتبط است. یک کمپانی تیاره سازی که تیاره جور میکنه و شما میفهمین تو کمپانی ها در روز میلیون ها دلار عاید میداشته باشن. این کمپانی تصادفاً خراب میشه، کار توقف میکنه و هر چی زحمت میکشن نقص پیدا نمیتونن که کدام قسمت از این دستگاه خراب است. شما میفهمین دستگاه با هم مرتبط هستن، یک قسمت که خراب کار کنه اما دستگاه رو به مشکل مواجه میسازه. هر چی انجینیر در شهر میشناسن میارن، کسی مشکل پیدا کرده نمیتونه. بالاخره صاحب کمپانی خبر میشه که در یکی از قریه ها یک انجینیر است، آدم ورزیده است، درس خوانده، لایق است. برایش زنگ میزنن، دعوتش میکنن، یه آدم میاد، لباس کار میپوشه، دستگاه رو میگرده، بر 5 ساعت دستگاه رو بررسی میکنه، در آخر یک دستگاه رو یک پرزیشه اکس میزنه، چلیپا میزنه، میگه این خراب است، تعویزش کنین، جور میشه. تعویز میکنن، دستگاه جور میشه، کارخانه کلیگی خوش میشه. صاحب کارخانه که رنگش پریده بود از بس که هر روز تاوان بسیار سنگین برش بود، خوشحال میشه. انجینیر میره پشت کار خود، اینا جشن میگیرن و کار خلاص میشه. یه دفعه بعدش میگه که مزد انجینیر پرسان نکردم، زنگ میزنه که صاحب مزد چند شد؟ انجینیر برش میگه مزد ما 10,000 دلار شد. آ بلیاز خدا، 10,000 دلار چرا؟ از این 5 ساعت کار 10,000 دلار؟ خود ظلم است. صاحب کارخانه گرسنه، گشنه، آدم تنگ نظر، بخیل، گشنه چشم بوده. در غیر از او کسی که از اینقدر تاوان خلاص شده باید او 10,000 میگفت، 100,000 دلار بخشیام روان میکرد. اما میفهم این انجینیر چی جواب داد. گفت نه صاحب، به خاطر 5 ساعت کار 10,000 دلار نه، به خاطر 5 ساعت کارم فقط 100 دلار. اما 9,900 دلار به خاطر از این که من فهمیدم کدام پرزه را باید اکس بزنم، کدام پرزه را باید تعویض کنم. کمال کار ما دیست. بنان ما در این برنامه میخواییم شما مو پرزه هایی که پیشتان خراب کار میکنه را پیدا کنین. کدام پرزه ها قابل تعویض است؟ کدام پرزه ها ماشین زندگی شما را به مشکل مواجه ساخته؟ کدام پرزه هاست که نمیمانه شما شاد زندگی کنین، نمیمانه پیشرفت کنین، نمیمانه وطنتان ساخته شود، نمیمانه نظامتان ساخته شود؟ کدام پرزه ها سبب شده که انسانای بد سر شما حاکم شود؟ کدام پرزه ها سبب شده که در خانه شما خشن باشین؟ کدام پرزه ها خراب شده که شما از خود بیزار هستین، از مردم بیزار هستین، از خدا گله‌مند هستین؟ او پرزه ها را باید شناسایی کنیم، تعویض کنیم، اصلاح کنیم، ترمیم کنیم. بحث ما اینمیست. و هر پرزه در قد در اینجا بحث ما یک عادت است. یک عادت خراب یک پرزه خراب است. یک عادت خراب سبب شده که کل زندگی شما به مشکل بر بخوره، موتر زندگیتون درست راه نره، پیشرفت نکنین. ما هدف ما اینمیست. ما از شما هیچ یک دلارم نمیخوایم، یک دلارم، ولی مثل از همون انجینیر تلاش میکنم با کمک خود شما ایزا که شما پرزه ها را شناسایی کنین، ببینین کدام پرزه عیب داره، کدام پرزه ها نقص داره، او نقص ها را برطرف کنین، او پرزه ها را اصلاح کنین، او پرزه ها را ترمیم کنین. اما عادت چی است دوستای از نازنینم؟ عادت به امور خودکاری که پیش انسان به صورت اوتوماتیک صورت میگیره گفته میشه. عادت میشه کارهای یا رفتارهای اوتوماتیک، کارهایی که شما روزمره انجام میتین با کمترین انرژی، با کمترین توجه، با کمترین دقت و از شما سر میزنه. اینمی اموره، امی رفتارهایتان به نام عادت یاد میکنه و شما میفهمین که عادت یا زندگی ما را میسازه یا تباه میکنه. اگر عادت مثبت و خوب و درست است، زندگی ما را میسازه. اگر عادت ما خراب است، زندگی ما تباه میشه. شما دو نوع انسان در نظر بگیرید. یک انسان شاد، موفق، خوشبخت که تمام امورات زندگی خود خوب میرسه. فقط یک چیز یادتان بیه، این انسان عادتهای خوب داره. یک انسان میبینین بدبخت، بیچاره، غمگین، افسرده، مریض، ناتوان، معتاد، عادتهای بد داره. تفاوت انسانها
در تفاوت عادت هاست. دو نوع عادت دو نوع انسان می سازد. عادت خوب انسان خوب، عادت بد متاسفانه انسان بد می سازد. عادت چطور شکل می گیره؟ هر کار رک ما بار بار انجام می تیم با عادت ما تبدیل می شه. مثال بر شما می گم، یک کودک هر روز شما میگین دندان خود برس که دندان خود برس کرده، میره دیگه به یک عادت برش تبدیل شده، هر روز اتومات دندان خود برس میکنه، هیچ برش کدام فشاری وارد نمیکنه. دلیلی که یک کسی دیگه این عادت نداره، وقتی برش فرمایش میدی که برو دندان تا برس کو، برش غم است. یا مثلا یک عادت دیگر مثال بتم، یک کسی عادت داره صبح وقت بیدار میشه، نماز خود میخونه، ورزش خود میکنه، هدف جور میکنه، تلاوت میکنه، کل کارش تنظیم است، وقت چای میخوره، وقت سر وظیفه رسیده. یک آدم دیگه عادت داره ناوخیستن، تو بیدارش میکنی با چقدر جنجال داو دشنام قول مقال. ای فقط دو نوع عادت و دو نوع برخورد میبینین. اما شما یک مجموعه دیگه در زندگی فکر کنین، انسان خوب یعنی با عادت های خوب، انسان بد یعنی عادت های بد. و شما میفهمین در مراحل یادگیری انسان چهار مرحله را میگن. ما از چهار مرحله میگذریم که یک کاری به عادت بر ما تبدیل میشه. مراحل یادگیری، مراحل یادگیری پیش انسان چهار تاست. اول مرحله نادانی و ناتوانی است. ناتوانی یعنی ما نه چیزی رو یاد داریم نه توانایی انجامش رو داریم. مثلا من نه آب بازی رو در موردش چیزی میفهمم که حرکاتش تو انجام میشه، نه میتونم. من نه در مورد رانندگی موتر چیزی میفهمم نه رانندگی میتونم. نادان هستم و ناتوان. مرحله دوم دانایی است ولی ناتوانی. چی معنا؟ یاد گرفتیم ولی هنوز انجام ندادیم، هنوز ناتوان هستم. مثلا بر ما کسی گفته خوی موتر است، ای شترنگ است، ای بریک است، ای اکسلیتر است، ای موتر تو کار میکنه، اما هنوز که نمیشه با صرف از اینکه من ایره برم تیوری گفته بشینم سر جلو نمیتونم. نه، این مرحله آگاهی است اما هنوز توانایی نیست. مرحله سوم مرحله دانایی و توانایی است. دانایی و توانایی وقتی است که من انجام دادیم کار در پالی مالی میشینه برای که من یاد دادم. حتی شما موترهایی که نو رانندگی رو یاد میگیرن میبینین یک بریک پیش خود کسی که کمرای شما کمک هم میکنه است، شما را مانده که حرکت کنین، هر جایی که میفهمه کالی کنترل شما خارج میشه موتر بریک میکنه. حالا شما کم کم یاد میگیرین، روزهای اول بر شما بسیار مشکل است، تمام توجه تا نیست، ایران میمونین از بین دو موتر چطوری براین لیورد کردن برتان سخت است، مشکلات دارین، ولی تمرین کرده میرین، تمرین کرده میرین، توانا شده میرین، توانا شده میرین. بالاخره یک وقتی میرسه که مرحله نادانی اگر نگیریم دیگه، یعنی بی توجهی است. خوالی ما خیر نادانی برتان نشته میکنم ولی هدف میگم، ولی توانایی است. چی معنا؟ حالی شما هیچ زیاد توجه هم ندارین برای کار ولی کار اوتومات انجام داده میتونین. مثلا حالی سرش موتر آمدین موتر رانندگی میکنین، هیچ توجه نه، رادیو رو روشن میکنین، کت پول فیلتون گپ میزنه تا کت یک دستان رانندگی میکنین، حتی بعضی وقت پیش سر سعی میکنین، ولی شما رانندگی میکنین. این رفته به مرحله خودکار شما تبدیل شده به یک عادت، عادی شده دیگه بر شما. حتی بعضی وقت قصه میکنه میگه من نزدیک جمپای خانه که میرسم در مسیر خانه ما میگه دو سه تا جمپ است، خود به خود پای میگه حرکت میکنه موتر توقف میده. میبینین به مرحله ناگاه رسیده، یعنی از مرحله آگاه ایر از دانایی که اگه آگاهی میگفتم خوب بود، یعنی مرحله ناآگاه ولی توانا. ما هیچ انرژی خدا مصرف نمیکنیم ولی کار به بسیار خوبی انجام داده میتونیم. این مرحله چی شده؟ مرحله عادت شده. عادت به اینی مرحله میگه که یک کار بعد از تمرین زیاد، تکرار زیاد، به صورت اوتوماتیک به شما انجام میشه و زیاد انرژی نمیخوای از ما، مثل که در اول زیاد انرژی کار داشت، حالی بر راحتی ما میتونیم کار انجام بدیم. یعنی عادت به اینمی مرحله گفته میشه، هر کاری را که شما بار بار انجام بدیم تبدیل میشه به عادتتان. یک نکته امیز برتان، یک نکته یادگیری امیز دوستای عزیز، شما شنیدین از نظر دینی ها میگن اگر 21 روز یا 40 روز شما یک کار انجام بدین دیگه عادتتان میشه. مثلا اگر 40 روز شما هر روز نمازتان بخونین عادت میشه، 40 روز صبح وقت بیدار شین میشه عادتتان، 40 روز ورزش کنین دیگه میشه عادتتان. خیر، یکی از روش شما همیست که هر عادت نوی که پیشتان خوب معلوم میشه تکرار کنین. هر قدر شما عادات مثبت در وجودتان بکارین میزان موفقیتتان همه قدر زیاد میشه. و میخاطر انسان بعضن میگه انسان مخلوق عادتهای خود است یا محصول عادتهای خود است، یا میشه تو بگویم
که این جمله خوب تر بیه. انسان نوکر عادت های خود است. اونمو عادت ها رو زود انجام داده میره. فرمان بردار عادت های خود است. شما باید عادت های خوب داشته باشید. من مثلا بعضی عادت های آدمای موفق بر شما میگم. آدمای موفق کسایی است که روزانه کمتر غذای پر کالری میخورن. غذای چرب و شیرین کمتر میخورن. و این سبب میشه صحتمند باشن. این یک عادت خوب براتون گفتم از امروز عملی کنین. زیاد غذای چرب، زیاد غذای شیرین نخورین. به تکلیف قلبی، به فشار خون، به چربی، به شکر مبتلا نمیشین. اگه شما این رو مراعات کنین، یک عادت خوب است. یادداشت کنین پیشتان. عادت خوب دومی است که یک هدف مشخص داشته باشین و تمرکزتان بالای از باشه. آدمای موفق کسایی است که تمرکزشان بالای اهدافشان است. میفهمن در زندگی چی میخوان، کجا میخوان برن. اینو در زندگیتان داشته باشین. عادت خوب دیگه است که ورزش مرتب میکنن. آدمای موفق هر روز منظم ورزش خود میکنن. صبح میدون یا هر ورزش منظم دیگه. و عادتشان تبدیل شده. مثل که بر کسایی که عادت نیست غم است که چطور با ورزش بره، بر از اونا بر آدمای موفق یک روز مانی ورزششان شوین غم است. عادت دارن به ورزش کردن. انسانای موفق وقتی سر کار میرن در موتر خود کتابای صوتی گوش میکنن. اکثر کتابا به صورت صوتی آماده شده یا کلام خوب گوش میکنن. به جای همیشه دنگ و تنگ دنگ و تنگ، به جای زوق برنامه های آموزشی رو در موتر خود. خوشبختانه امروز در چپ است، اکثر موترها چپ میخوره، به شکل دیویدی است، یک برنامه آموزنده بر خود گوش میکنه. این یک عادت خوب است. کارهای روزانه خود لست میکنه آدم موفق که من باید چی کنم. شب بر خود لست میره صبح کدام کارها را دارم. از امروز اگر میخوای موفق شوی شروع کنی عادت ها. تو یک ماه انجام بده ببین در زندگی چقدر تغییرات وارد میشه. حتی اولادای خود یاد میتن آدمای موفق که حتما ماهانه دو کتاب یا بیشتر از او بخوانن. دالی که انسانای ناموفق خودشان هم کتاب نمیخوان، اولادکایشان هم غرق تلویزیون و وقت گذرانی است. خب اولادشان چی بار خواهد آمد؟ مضر جامعه مثل این ویروس کرونا خواهد بود اولادایشان. یاد بگیرین، اولادتان هم مجبور بسازین یاد بگیره. عادت بسازین در خانه. آدمای موفق رابطی خوب با دیگر داره. عادتشان است که رابطی خوب، خوش خلق هستن، سلام خوب است، این خنده در لباشان است، برخورد نیک دارن. دلی که انسان های بد زشت هستن، با خود در جنگ هستن، با اولاد خود قال مقال میکنن، با اعضای خانواده خود، با همسایه، با همکار، با همگی میبینین برخورد زشت داره. دیگه هم تا آدم موفق میشه به نظر شما که نمیشه. آدمای موفق اهداف خود روی کاغذ نوشته میکنن، کتابچه اهداف دارن. دالی که آدم های ناموفق هیچ هدف نداره. اگر در آنم در ذهن خود یک چیز مشخص ساخته که چهار روز بعد از یادشان میره، باید نوشته کنی. عادت دارن که حتما روزی نیم ساعت یک ساعت بر مطالعه وقت میمانن. حتی پیش خود تعهد دارن که تا شب مطالعه نکردن خواب نمیکنن. یک صفت خوب است، یک عادت خوب است. در شبکه‌های اجتماعی بسیار کم میباشه آدم های موفق، ولی آدم های ناموفق صبح تاشان ببینین در فیسبوک هستن. چی میکنن؟ هیچ کدام گپ خوب در فیسبوک هم تعقیب نمیکنن که شما متوجه. گپ های ناق، پیام های ناق، برن در پایین یک پیامی که دیگر مانده دو دشنام، گپ های پرسکینه و نفرت، کل وقتشان غرق تلفن و فیسبوک است. دالی که انسان موفق بسیار کم مشخص مثلا بر نیم ساعت وقت داره دیگه کارهای خود انجام میده. آدمای موفق تلویزیون کم میبینن، معمولا کمتر از یک ساعت. یک عادت خوب است. دالی که آدمای ناموفق 5 ساعت 6 ساعت در تلویزیون برنامه های بسیار مزخرف و بد که هر روز استرابشان زیاد میکنه، افسردگیشان زیاد میکنه، نادانشان میسازه، عادت بد برشان پیدا میکنه، گرفتارشان میسازه، بدبختشان میسازه. آدمای موفق 3 ساعت پیش از اینکه سر کارشان برد تایم کارشان بیدار میشن. مثلا اگه کارشان 8 بجه است، اینا 5 بجه بیدار میشه. یا منیسی یک مسلمان حتی نماز صبح خود خوانده، ببینین نماز صبح تک خواندی، تلاوت میتونی، ورزش میتونی، لباسای تا خوب آماده میتونی، چای تا خورده میتونی، وقت سر کار میری. دالی که ناوخت بخیزی، حل عجله در خانه قال مقال، شکم گرسنه، در آب بیروبار، میبینی چقدر مشکل خلق میشه. این عادت های انسان های خوب است. انسان خوب یک عادت شیست که تا آخر عمر میخوای یک چیز یاد بگیره، تا زنده است میخوای یاد بگیره. اما انسان ناموفق، انسانی که مشکل داره، علاقه به یادگیری نداره. شما میبینین دیگه متوجه شدین عادت هاست که یا ما را میسازه یا ما را تباه میکنه.